دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدیم. بچه خیلی سریع میریم در ادامه ویدیو آنالیز های کنسرت ها، کنسرت های اخیری که تو ایران برگزار شد و مفصل با هم دیگه بررسی کنیم. خب مجدد همایون شجریان که البته گفته بود این استانبول شهریور کنسرت داره، حالا نمیدونم که هستم یا نیستم، ولی اگه هستم و اگه هستید میتونیم به اتفاق بریم و همونجا لایو حالا هم ریاکت و آنالیز کنیم و ولاگ و فلان بریم مفصل هم بررسی کنیم هم اشغال. به اول بریم کار چطوره. مسلط شما ببین چه جوری رایز چه تاچی دارن نوازنده های بند، که جایی که خودش میخواد بره تو اوج چه جوری ممبرا میان تو اوج، چون همه آکوستیکن دیگه و چه ممبرا همه مسلط بند فول مچ. اینسترومنت های زیر مثل همه یه آرتیست های سنتی که وقتی سنتی ها دارن میخونن ممبرای پشتشون هم تقریبا دارن چیزی که خود خواننده میخونه رو میزنن، ولی گوش کنی بند این تو همایون شجریان به این شکل نیست، خیلی مدرن میخونه. ای بابا اگه رفت رو این آره دن دون دن دون دین دون دن دون دین دون دن دون، این نوتایی که دارن اجرا میکنن اون زیر یه مجموعه اینسترومنت هن که روی همدیگه فواصل آکوردی رو پر میکنن و همایون شجریان روش میخونه، کاری که پاپ کارا، راک کارا، موسیقی غربیا میکنن الان همایون شجریان داره این کار رو اجرا میکنه به این نحو. شما کوچکترین فشار این نوتا همه تو اکتاو پنج به بالا هم فکر میکنم، یه چار پنج و ایشون دیگه هلوه چار رو که اصلا انگار که داره سلام علیکشه رو چار و پنج گلن رو مانورشه، یعنی من فکر میکنم الان حالا گیتار دستم نیست ولی از تو اکتاو چهار داره سی به بعد مثل باقلوا میخونه. حالا من نمیدونم الان صدا گذاری یا واقعی انقدر راحت داره این نوتا رو میخونه و پشت هم چقدر مسلط مسلط که بچه من باید حتما با ایشون یه مذاکره راجع به موضوع داشته باشم، چون من تا به الان این همه های نوت یک جا در یک کنسرت ندیده بودم. من نمیدونم ایشون واقعا تکنیکی به خصوصی میزنه که حنجره خسته نمیشه، یا اصلا اینا های نوت های همایون شجریان نیستن، چهار پرده اون برتره این براش معمولیه که خسته نمیشه. پر از تحریر و ویبراتو روی این نوت ها به کول تیونم که اصلا دیگه ایشون این اینسترومنته بند مچ. رئیس استیج اومد، تازه رئیس استیج اومد آقای سامی بیگی. خب این بزک توزک ایشون همیشه گفتم واقعا عالیه، ایشون یه رقص شلی میکنه تو مایه های دوالیپا که اون رقص دوالیپا مد شد. شما این کچلوار لیمویی، یقه باز، عینک، تیریپ، ایناش بمبه. اما الان شیدا شد و قوقا کن داداش، ما والا فقط سرگیجه میگیریم. ببین شما به طرز عجیبی آقا سامی بگی، من واقعا خودتو پسر گلی هستی، خوشتیپی، خوش استیلی، شیکم نداری، عرضم به خدمتت که دور بازو حداقل 25 رو داری،
بزک دوزکت خوبه، ولی واقعا در زمینه خوانندگی شما ضعف‌های گسترده‌ای داری. یعنی شما اصلا نمیتونی در بیاری گام آهنگ چیه، آکوردایی که پلی میشه که احتمالا ندونی، یعنی باید بدونی قاعدتا که اینا از سه تا نوت تشکیل میشن، درجه اول و سوم و پنجم، اگه من میخوام ملودی رو اینا سوار کنم رو چه نوتایی باید تاکید کنم، چه نوتایی اجازه دارم بخونم، چجوری نیفتم بیرون، آیا من اصلا میتونم درکی از آکوردها دارم، با شنیدن یه آکورد لامینور میتونم لا رو بخونم، میتونم دو رو بخونم، میتونم می رو بخونم. شما من بعید میدونم رو هیچ کدوم از اینا اشراف داشته باشه. خب این خودت ضربه. من که الان داشت نشستم اینجا پشت میز، صندلی، دوربین، کولر، فلان، شما ضربه میخوری. بگه نه شما، یعنی این ویدیوها پخش میشه، مردم میبینن، دیگه کمتر باید حال میکنن، کنسرتات کمتر میفروشه. شما فهم میکنیم مثلا ما الان هیتر شما این، ما چه هیتری هستم، شما اصلا نمیشناسیم، یعنی والا اسمات و اینا رو شنیدیم، ولی مثلا سنمی نداریم که بخوایم هیتر یه کسی میشه که مثلا رفیقیم با هم یا والا دشمن میشه، مثلا سنمی با شما ندارم، ولی ما واقعا ناراحت میشیم. ما الان لذت میبریم، همایون شجریان ما رفیقمونه که ویدیو قبلی طرفداریشو کردیم، یعنی طرفداری نمیکنیم، خوبو میگیم به به، مال شما رو متاسفانه میگیم مثلا خیلی پر. بله ها، این کارا بمبی، این کارات بمبیه، ولی کمه خوانندگی داداش. حرکات دستت بمبیه الحق. یعنی واقعا ما رو مثلا یاد مایکل جکسون اینا حالا نمیندازی، ولی باز حال میکنیم با رقصت اینا مشتیه، ولی واقعا وکال پر از ضعف آقای سامی بیگ. بزک دوزک مردم هم چه جیغ و فریادی. من تعجب میکنم یک از مردم که اینجوری با جیغ و سوت و فلان، یعنی همه دارن حال میکنن. خب معلومه سامی بیگی دیگه دیوونه، حاجی میمونه کلاس وکال، وقتی ملت دارن حال میکنن خب دیگه حله. شاید اصلا به خودش هم چیز میشه که مثلا خدای کارم این کار رو هم که میکنم اینجوری فلان، من دیگه مایکل جکسون هم دیگه جویدم. بله الان ممبرهای بند، خب دوستان من هستن، آقای فرشاد حسامی، آقای علی سنایی، اینا موزیسین های تراز اولن، یعنی فرشاد جزو بهترین های کارشه، علی سنایی جزو بهترین ها هستن اینا، اینا یعنی نمیگن. حالا من باید واقعا با فرشاد صحبت کنم، میگم داداش شما چه خبره، اصلا یادم هم میره، یعنی میگم آقا شما روتون نمیشه بگین اینا چه خبره، چیه که واقعا اینجوریه؟ بعد اگه اینجوریه اصلا شما چطور میری رو این استیجا؟ شما تلنت کاری، فرشاد رو میگم، علی سنایی رو میگم. بله متاسفانه اصلا تعریفی نداشت مثل اجراهای قبلی ایشون. خیلی هم کنسرت میذاره، من میخوام کنسرت دوست داره که انقدر کنسرت زیاد میذاره. آقای سامی بگی شما واقعا پک کارت خوبه، واقعا پک کارت خوبه، ولی ضعف خانه خون خانم یعنی چی؟ من خودم دارم واسه خودم احساس میکنم که ابر چرت و پرت میگم، یعنی چی؟ میخواستم بگم پک کارت خوبه ولی خوانندگیت بده. خب شما خواننده ای دیگه داداش، باید خوانندگیت خوب باشه. پک کار مگه شما پک کار بازی مگه شما خواننده ای؟ به هر حال که واقعا خوب نبود سامی جان، شما اسمت هم آخه قشنگ همه میزونی، فقط خوانندگی دیگه یه قلمت بده، بقیه چیزات خوبه. ای کاش که همون پک کار باز میشدی. و های آقای میثم ابراهیمی، خوبه الان هم موت شده، چون پلی بک زیاد شده تو ایران دیگه، همه هزار ماشاءالله که فالشی ها که در اومده و فیلم های فالشی هم پخش میشه و یه سری منتقد و آنالیزور و فلان فالشی ها رو بالاخره رو میکنن، الان مود شده دیگه برای اینکه بگن آقا ما پلی بک کردن.
حالا اونایی که میخوان نگرانن که نگن حالا خوب میخونن، نگرانن که نگن ما پلی بکیم، یه تیکایی رو نمیخونن، میرن اون جمعیت که این بخون نخون میشه. البته اینم رادر رو داره، یعنی اونا از قبل اون که سیکونس پلی بکه ولی ست کردن کجا رو تماشا چی خوب کجا فلا. اینم شدنیه، داشتیم تو کنسرت آرش این اتفاق افتاده بود. باریکلا آفرین. تا اینجای کار هم تیونینگ اوکی بوده هم سنس کار خوب بوده، تو که جایی که لو فرکانسی است ایشون مسلط داره میخونه. اگرچه ما فیلم های فالشی از ایشون زیاد دیده بودیم ولی الان اجرات هر و تمیزه. باریکلا آفرین. آفرین، تحریر هم تمیز، باریکلا. واقعا معلومه که آقای میثم ابراهیمی درست میگم دیگه، کار کرده. آفرین. آهنگم باله، مره پیتم رم مره پیتم رم مره پیتم، آهنگم باله. حالا ممکنه بگین یه کاماهای فالچون که قابل قبوله دیگه، در اشل کنسرت های ایرانی این لول الان قابل قبول و تمیز محسوب میشه. حالا ما هم الان رفاقتی با آقای میثم خان نداریم که بگیم این رفیقشه مثلا فلانه، اون فلانشه هیته. خوب خوبه دیگه. آو آقای مهدی احمدوند اومدن. آقای مهدی احمدوند از یه زمانی اینو هم حالا متوجه شدن که عینک رخ ایشونو دیگه میکنه تو مایه های اون بازیگر تاپگان کی بود، تام کروز، خیلی شبیه تام کروز تور میشه. از اون به بعد ما دیگه آقای مهدی احمدوند رو بی عینک ندیدیم، یعنی نه تو کنسرت، شب، صبح، روز، خونه، خیابون، دستشوی، هموم، ایشون دیگه با عینک. خب واقعا با عینک پک کارش با بی عینک واقعا فرق می‌کنه. صدای کارو ببینید. یکم مشکل ریتم داشتیم. باریکلا. آفرین. با اینکه ما ریتم نداریم به اون صورت، یعنی درامز و بیس ریتمی کنیم، ریتمش اوکیه اگرچه یکم ریتم میفته ولی کوردا رو خوب نگه میداره. شد چی شد؟ آن تموم شد. اوکی بود. مهدی احمدوند علازار شادمهر که میگن پلی بک بود، چیه؟ شادمهر رو خیلی میگن پلی بک بود. من خیلی آنالیزی روی کنسرت هایشون به قصد خریدار همون چند ویدیو که با هم دیدیم بوده. بریم ببینیم که شادمهر چیکار کرد. جونم جونت بابا دل جام کنیم همه توی دستاتو. چی شد یه لای صحبت؟ ولی احساس میکنم که عقب جلو بود ویدیو صدا و تصویر. خب بچه این یکی مشکوک بود. ببینین الان لای صحبت کردن یهو پلی بک چجوریه؟ اون آقایی که برخلاف اینا یه تیم هن دیگه، اون آقای صدا بردار که سیستمش و میکسرشون جلوشه، اگه داستان پلی بک باشه دکمه رو میزنه MP3 که صدا وکالشون پخش میشه و سیکونس همه با هم میره. این چیزی که ما دیدیم به نظر لای صحبت کردن شادمر یارو زودتر دکمه رو زد، اما چون به نظرم تو ویدیو صدا و تصویر اصلا با هم سینک نبود، به همین خاطر واقعا اینو من نمیتونم بگم. با این تصویری که ما دیدیم تو این چند ثانیه واقعا این به نظرم هر کسی هم بیاد بگه این پلی بک بود داره نظر غیر فنی میده، چون صدا و تصویر با هم سینک نبود. اصلا نمیشه اینو دیگه ملاک کرد. ممکنه که واقعا چیزی رو انداخته باشن روی این کار، اصلا این ویدیو
استناد خوبی نمیتونه باشه. به هر حال بریم بعدی. حامیم این از اون دسته است که میگم چون حامیمم زیاد گفتن که پلی بک میخونه، چون کنسرت های اولشو خیلی فالشی داشت، بعد یهو خیلی تیون شد. خب داده شما چجوری یه هفته یه انقدر تیون شدی؟ قبلا که انقدر فالشی بوده. خب حالا این چیزی که میگن و من خودم ویدیو پلی بک از ایشون خودم یعنی وقت نداشتم که برم ببینم که داره یا نداره، ولی شنیدیم هممون دیگه کنسرتش پلی بک شد. حالا الان داره یه تیکش خودش میخونه، روز سفید منو میده به ملت، ولی اینم خب میتونه روز سفید منو توی سیکونس ریکورد نکرده باشه، این ملاک نیست. باید اگه ویدیو طولانی باشه دقیق با هم بررسی کنیم ببینیم این ویدیو اگه فالشی مالشی نداره و تر و تمیزه دقیق بررسی کنیم پلی بک یا نه. خب ممبرهای بند ایشون هم خفنن، نیما رمضان، آرش سعیدی، مم نه خیلی به طرز عجیبی موزیسین نوازنده های غول ابرغول زیاد داریم. خواننده هاشون که 10 میلیون فالوور ها، اینا همه یکی از یکی پرت و پلاتر، اصلا برعکسه. خب تیونینگ که خیلی خوبه، یعنی خیلی شبیه به MP3ه، خیلی تر و تمیزه. حالا اینکه ایشون انقدر بالاخره رو صدا و کارش لایوش کار کرده، زحمت کشیده، پلان کرده، تیون شده، یه بحثه. پلی بک یه بحث دیگه است، باید بریم جلو. فعلا من چیزی از پلی بک حداقل تو این تصویر متوجه نمیشم. فلینگ عالی، احساس کار عالی، داینامیک عالی، بازی با هوای صدا عالی، تیونینگ عالی، یک خوانندگی درجه یک ما داریم میبینیم. من اینجا متوجه پلی بک نمیشم، نمیتونم به شما به عنوان کارشناس بگم پلی بک هست یا نیست. خیلی خب لیپ سینک کار خیلی تمیزه، کیفیت ویدیو پایینه، ما دقیق نمیتونیم اینو بگیم، ولی خب کار درسته فعلا. شد آخرش روز سفید من قرار نبود مردم بخونن، چرا نصفشو خون نصفشو نخون، یه جوری نشد. یکم اینجاش مشکوک بود. حالا من دیگه الان وقت ویدیو گرفته میشه، میتونم بعدا با جزئیات ببینم. مشکوک بود این ویدیو، ولی تمیز بود، ولی مشکوک به پلی بک بود، باید با جزئیات بیشتری نگاه کنم. میریم بهنام بانی که از افرادیه که ما همیشه میگیم ابر هیول اجرا میکنه. بریم ببینیم تو بدها دنی ادیتور گذاشته یا تو خوبها. بچه زبین که حالا دنی من میگم ادیتور، حالا به عنوان ادیتور الان داریم با هم همکاری میکنیم، گیتاریست و ممبر خفن بند منه، موزیسین نامبر وان خودش، ادیتور فیلم و اینا نیست، دنیه دیگه. حالا من دنی رو یادتون هست اینا، گیتاریست و ممبر سنگین متال بند خودم که حالا زحمت میکشه بعد این کار رو میزنه. من تهران بودم، من بچه خیلی یکم هم زیاد میخندم هم خیلی شوخی میکنم، حالا جدی هم میکنم ولی شوخی زیاد میکنم و خیلی هم حرف اینا میونی که ازام ماشاءالله تو ویدیو هم خیلی حرف میزنم. این من اومده بودم ایران، دو روز اول هی دنی حاجی ای ولی اومدی مدلمون تنگ شد و فلان، بیام اون فرودگاه دنبالت برم این ببی، هر جا ما میرفتیم میخواست به دنبال ما. بعد دو ماه کار به اینجا رسیده که آدادش کی میری بابا دهن ما رو سرویس. چی تو همون نبودی که میگفتیم بیا فرودگاه؟ کدوم در؟ یه در که بیشتر نداره داشتیم، شما بیایی همون یه در داره، معلومه اونش هم الکی بود. والا حالا رفت تو مخم سعی زده کدوم دری بیا، خودش کلا یه در داره، حالا این در نه اون در، تو از تهران بیا فرودگاه ما، حالا ما در رو با هم ست میکنیم.
آخرش هم که این وضع داداش کی میری؟ به هر حال بهنام مانی خیلی باحاله. بهنام مانی واقعا کنسرتش، حالا من تو سبک سلیقیاییم نیست، ولی اگه شما تو سلیقیاییتون هست، سلیقایی میشه چی میشه، اون برین بهنام، به بهنام مانی برین کنسرتشو، که واقعا حال میده چون خیلی مسلط اجرا میده. مثبت 100 خروس وزن. آری کلا اکتمک داشتم خوبه، معلوم بچه کیو خف کرده. توپولا کلن پتانسیل خوب خوندنشون زیاده، دیافراگم کار گنده، از 8 نفر اونجا دیافراگم. از جون و دلم آیه میذاره، تر و تمیز. قلبم تو نمیری چه جنگ شادی و سروره؟ تو نشته باکی که من این همون آقاییه که یه مدت چهرش، اسمش الان حضور ذهن ندارم، چهرش اینا معلوم نبود، بعد چهرش اینا معلوم شد، الان کنسرته یا مجریگری میکنه؟ چون چرا اینجوری میخونه؟ مجریه برنامه هست. قلبم تو نمیری که به همین زودی تو فرشته باکی که من فکر میکردم. ابر فالش و ایشون مثل خیلی از خواننده های پاپکی دیگه ما که داریم با هم دیگه آنالیز میکنیم، مشکل بسیار عمده ما اینه، یعنی این گیتاره، این نیست، این موضوعه که من اگه دارم لامینور می پلی میکنم، خواننده بدونه که این نوت لا رو باید بخونه چگونه خونده میشه، اینه یا اینه کدومه؟ یا وقتی لامینور، مثال دارم میگم لامینور، یه آکورد نوت دو اینه، حالا بعد اینو بخونم ما، یا بگم ما، یا بگم ما، میدونم چی میگم، کدوم نوتو باید بخونم که تو این آکورد بشینه؟ منظور منو حالا گرفتین؟ یا یه مثال دیگه بزنم، اینو گوش کنین، این میه زیر لامینور، من باید حد دلم میکن حد اقل لا و دو می رو خوب بتونم پیدا کنم، بقیه نوت لا سی دو رو می فاصل بماند. حالا مثال میو میخوام بخونم، آیا اینه؟ کدومه؟ ست فرکانس الان خوندم، من زیر این بالاخره چی باید بخونم؟ عشقیه؟ عشق و صفای بندره؟ داستان چیه؟ بالاخره این کوچ میخواد، این زحمت میخواد، گوجه خیاری نی، وگه نه همونو پرتاب گوجه خیار میشه که نمیشه، البته نه همه دست و سوت و فلانه. میدونم هر جا که هستی با هر کسی نشستی، همون آقای دیگه، یا شاید هم اون آقا نیست چون موهاش این شکلی نبود. پیانو رویالو این هر عاشق بودم با تو صادق بودم، همه هم دختر حالا اینجا یه خورده بهتر شد، این عاشق بودم صادق بودم فلانش یکم بهتر شد، اون پارتای قبلی خیلی ضعیف بوده. بس
خلاصه. متشکرم، خسته نباشید. خودش هم فهمید که باید بس کنه. خب کین حامی، خب اینا خیلی خفن. حامی اینا واقعا اینا دیگه مسلط العقلی هست. خب ولی طراحی لباس یه مقداری توماچ نی، این گل طلایی و فلانو کم توماچ توره. به یاد گفتیم توماچ، به یاد توماج صالحی هنرمند ما که حالا خیلی خوشحال شدن که برای ایشون به جای حبس ابد 6 سال خورده زندان بریدن، در حالی که اصلا هنرمندی معترض که معترض اجتماعی دغدغه‌مند مردم که جاش زندان نیست که شما 50 سال بکنی 6 سال حالا ما خوشحال شیم. ولی این شکلیه دیگه بچه دیگه، خودتون جویدین دیگه موضوعاتو. واقعا امیدوارم که زودتر توماج برگرده پیش ما. شبیه کیان خودمون نمیخونه توی دوایس یک کپی ریزی حامی داره از کیان نمیزنه، ویبراتوها خود کیانه. گل مینا به خواب آروم که شب شد، این آقا چهرش آشناه اما دل من از شکستن جون به لب شد. دل من تر و تمیزه. این خواننده ترتمیز و نرم و لطیف، اون خواننده آقای حامی تکنیکال تره، ویبرای بسیار عمیق و فلان و ولی ترتمیز. گل مینا، گل مینا دهان باز و هنجر پایین و سنگین، یه یعنی مقدار تو ماچ هست ولی خب تکنیکال دیگه. آه و نیما مسیحا دیگه بجور داره. خب این تیکه زد همزرب نیستم. خب همزرب نمیخونن و اینکه که جفتشون یه نوت میخونن که بیمعنیه، که این باید فاصله بخونن. اول خیلی کار تمیزی در نیامده، نه ضربا درسته نه تکنیکا همسانه، همینجوری فکر کنم بداهه است. ولی خب تیونه عالیه. اوکی تموم شد، تموم شد. خب باحال بود. در کل ما داریم خواننده های خوب و بد. آنالیزی بود بر اجراها و کنسرت های اخیر ایرانی. نظرتون رو بگین. شما هم همینجوری داداش دمت گرمی نباشه. من دوست دارم با هم داریم کامیونیکیشن سنگین میکنیم، حرف میزنیم، اشغال میکنیم و صفا سیتی سولفات. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.